سرخط خبرها: طالبان بار دیگر از حضور داعش در افغانستان انکار کردند. فرماندهان محلی طالبان در ننگرهار از کار کمیسیون تصفیه نیروهای طالبان ناراضند. کشتار امدادرسان‌های غربی توسط اسرائیل خشم بایدن را برانگیخت. و بازداشت دو عضو داعش در ترکیه، یکی از آنها تاجیکستانی است. سلام دوستان و مجموعه مهم این کانال، خوش آمدید. طالبان بار دیگر از حضور داعش در افغانستان انکار کردند. با آنکه اخیراً شمار از کشورهای منطقه و جهان از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که داعش در کشور سرکوب شده است. مجاهد در یک نوار صوتی که روز چهارشنبه 15 حمل از طریق رادیو و تلویزیون ملی زیر اداره طالبان منتشر شد، مقام‌های شمار از کشورهای منطقه و جهان را متهم به تبلیغ به نفع داعش و بزرگنمایی این گروه کرده است. او تاکید کرده است داعش پدیده نیست که بتواند در افغانستان مشکل را ایجاد کند. البته داعش بود، اما حالا کوبیده شده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که در پی حمله انتحاری روز پنجشنبه 2 حمل در مربوطات نای اول شهر قندهار، پیش 45 تن به شمول 5 مقام طالبان کشته و 56 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت حمله در برابر دفتر ولایتی کابل بانگ را بر عهده گرفت و مدعی شد که مهاجم این گروه کمربند انتحاری خود را در میان جمعیت حدود 150 نفری اعضای طالبان منفجر کرده بود. اختلافات شدید بین طالبان آغاز شده است. فرماندهان محلی طالبان در ننگرهار از کار کمیسیون تصفیه نیروهای طالبان ناراضند. فیلم هایی که به رسانه ها رسیده نشان می دهد که دکتر بشیر رئیس پیشین استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار در جریان یک مراسم می گوید که کمیسیون تصفیه به صورت خودسرانه طالبان را از وظایفشان برکنار کرده است. دکتر بشیر رئیس پیشین استخبارات طالبان در ننگرهار و یک فرمانده قدرتمند طالبان در زون شرق روز دوم حمل در مراسم افتتاحی بررسی کمیسیون تصفیه طالبان، این کمیسیون را متهم به برکناری شمار زیاد از طالبان کرده است. او گفته این مسئله باعث ناراحتی طالبان در این ولایت شده است. این فرمانده طالبان در زون شرق گفته است که در نظام فعلی تنها طالبان حق ندارد، بلکه آن خانواده هایی که قربانی پدیده داعش شدند و اعضای خانوادهشان را از دست داده است باید در صفوف طالبان جای داده شوند. در زمان ریاست دکتر بشیر در ریاست استخبارات ننگرهار، شمار زیاد از سلفیان به بهانه عضویت در گروه داعش به قتل رسیدند و یا هم به بند کشیده شدند. انگشت اصلی اتهام متوجه اوست. در پی دستور ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، تصفیه ارتش این گروه با شرطهای جدید پس از میدان وردک در ولایت ننگرهار آغاز کرده است. پیش از این ملا یعقوب در یک نامه به رئیس کمیسیون تصفیه طالبان از تمام والی های طالبان خواسته بود که در کار کمیسیون تصفیه مداخله نکنند. در این نامه تاکید شده بود که در زمان تایید کردن فرمه های اعضای طالبان، سرگروه های طالبان باید حضور داشته باشند تا هویت افراد تحت امرشان را تایید کنند و در صورت غیرحاضری سرگروه ها فرمه هیچ عضو طالبان تایید نشود. شرط دیگر کمیسیون تصفیه طالبان این است که هر عضو طالبان باید برای تایید فرمه های خود به ولایت مراجعه کند که در گذشته در آن ولایت جنگیده است. کارشناسان به این باور است که طالبان هنوز بر نیروهایشان اعتبار ندارند و برای جلوگیری از نفوذ داعش در صفوفشان یک بار دیگر تحت عنوان کمیسیون تصفیه پاکسازی را انجام می دهد. پیش از ننگرهار شمار زیاد از فرماندهان طالبان در میدان وردک از کار کمیسیون تصفیه طالبان انتقاد کرده بودند. آنها گفته بودند که کمیسیون تصفیه در کنترل طالبان قندهاری است و آنها فرمه های طالبان میدان وردک را تایید نمی کنند. آنها ادعا کرده بودند که کمیسیون تصفیه طالبان افراد ملا فاضل و ملا قیوم ذاکر را هم تصفیه کند. کردوی آنها علاوه بر طالبان، جنگجویان خودشان را هم در صفوف طالبان جا به جا کردند. بازداشت دو عضو داعش در ترکیه، یکی از آنها تاجیکستانی است. رسانه های ترکیه گفتند که دو عضو گروه داعش به ضمن برنامه‌ریزی برای حمله به استانبول بازداشت شدند که یکی از آنها تبعی تاجیکستان است. رسانه های ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور
دو عضو داعش را که در صدد حمله به استانبول بودند بازداشت کردند. گفته می شود که آنها شهروندان تاجیکستان و قزاقستان هستند. اخیراً حملات تروریستی منصوب به داعش توسط پای تاجیکستان در منطقه به شدت افزایش یافته است. اکثر عوامل حمله مسکو از پای تاجیکستان بودند. آنها همچنان تا اکنون چندین حمله تروریستی را در ایران و افغانستان انجام دادند. نیروهای اطلاعاتی و ضد تروریستی ترکیه در عملیات از خانه این دو مظنون، القاب چون جلیقه و کالای پلیس، اسلحه سرد و یونیفرم را کشف و ضبط کردند. به گزارش رسانه های ترکیه، یکی از مظنونان که شهروند تاجیکستان است، طرح اصلی در برنامه ریزی این حمله در استانبول بوده و مظنون دیگری که زن قزاقستانی است، با او همکاری میکرد. به دنبال حمله داعش به سالون کنسرتی در مسکو، شمار از کشورها تدابیر امنیتی برای جلوگیری از حملات تروریستی احتمالی داعش را تشدید کردند. ترکیه در 10 روز گذشته با راه اندازی عملیات ها شمار از افراد را به اتهام عضویت در داعش دستگیر کرده است. کشتار امدادرسانه های غربی توسط اسرائیل خشم بایدن را برانگیخت. حمله رژیم اسرائیل به کارگران آشپزخانه مرکزی جهانی در غزه و کشته شدن 7 امدادرسان غربی خشم جو بایدن را برانگیخت. بسیاری از نزدیکترین متحدان رژیم اسرائیل از جمله آمریکا کشته شدن 7 امدادگر را در حمله هوایی این رژیم به غزه محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که خشمگین و دلشکسته است و از ارتش رژیم اسرائیل به خاطر انجام دادن اقدامات کافی برای محافظت از غیر نظامیان انتقاد کرد. در همین حال، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که از این واقعه وحشت زده شده است. نخست وزیر استرالیا نیز یکی از چندین رهبر جهان بود که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل تماس گرفت تا خشم خود را ابراز کند. گودریج دویریکل سازمان ملل متحد هم گفت که حمله به کاروان کمک رسانی نتیجه اجتناب ناپذیر شیوه اجرای جنگ بود. پس از آنکه شهروندان بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و لهستان جانهای خود را در این حمله از دست دادند، رژیم اسرائیل قول داد که تحقیقات مستقل را در این زمینه انجام می دهد. رئیس جمهور این رژیم نیز بابت این واقعه عذرخواهی کرده است. 7 کارمند آشپزخانه مرکزی جهانی روز دوشنبه بر اثر حمله هوایی به کاروانشان در شمال غزه کشته شدند. آقای بایدن خواهان انجام سریع تحقیقات رژیم اسرائیل شد و گفت که مستحبان این حمله باید شناسایی شده و یافته های آن در اختیار عموم قرار گیرد. او گفت که توزیع کمک در غزه بسیار دشوار است، زیرا رژیم اسرائیل به اندازه کافی برای محافظت از امدادگران آنان که در تلاش برای رساندن به کمک های ضروری به غیر نظامیان هستند اقدامات را انجام نداده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب کنید.